به نام خداوند توانا، عرض سلام و درود دارم حضور همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AF Genius یگانه منبع دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات روز. عزیزان بیننده، شما را به یک دیگری از برنامه های معلوماتی از چینل یوتیوب خودتان خیلی ها خوش آمدید میگویم. در این برنامه معلوماتی میپردازیم به زندگی نامه میر رحمان رحمانی، یکی از نمایندگان پیشین ولایت پروان در مجلس نمایندگان و همچنان رئیس این مجلس در دور هفدهم. اما قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه شویم، از شما فقط یک خواهش داریم. لطفاً چینل یوتیوب خودتان AF Genius را سابسکرایب نموده و علامت زنگ را فقط یک بار با مهر بفشارید. میر رحمان رحمانی زاده 1341 از ولسوالی بگرام ولایت پروان می باشد. او در سال 1358 از لیسه پروان فارغ و تحصیلات عالی خود را در کشور روسیه ادامه داد و از یکی از دانشگاه های نظامی آن کشور سند فراغت گرفت و ای پس از آن به فعالیت در نهادهای نظامی و انجام امور تجاری در افغانستان پرداخت. اجمل رحمانی رئیس بنیاد رحمانی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رئیس مجتمع شرکت های رحمانی گروپ و نماینده مردم کابل در دور هفدهم مجلس نمایندگان، فرزند میر رحمان رحمانی می باشد. همچنان میر رحمان رحمانی برادر جنرال باباجان، قومندان امنیه پیشین ولایت کابل و قومندان پیشین زون 303 پامیر می باشد. احمد زکی زاهد، تاجر و رئیس پیشین شورای ولایتی پروان نیز برادرزاده رحمانی می باشد. میر رحمان رحمانی از سوی قومندان شاجهان و فرید شفیق، عضو پیشین شورای ولایتی پروان، متهم به توزیع اسلحه در میان مردم و دامن زدن به نارومی در آن ولایت شده بود. میر رحمان رحمانی این اتهامات را رد و آن را متوجه قومندان شاجهان و فرید شفیق می دانست. نمایندگی در پارلمان دور 16. رحمانی در دور 16 مجلس نمایندگان عضو کمیسیون اقتصاد ملی و عضو گروه دوستی افغانستان و عربستان بود. دوره 17. میر رحمان رحمانی توانست با کسب 10693 رای از طرف مردم ولایت پروان به دور 17 پارلمان افغانستان راه پیدا کند. ریاست مجلس نمایندگان در دور هفدهم. میر رحمان رحمانی در رایگیری درون مجلس که در 8 سرطان برگزار شده بود به عنوان رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد. پس از آن که 3 بار رایگیری میان چند نامزد برای انتخاب ریاست مجلس نمایندگان به نتیجه نرسید، وی به همراه خان محمد وردک به رقابت پرداخت و توانست با کسب 136 رای در برابر 96 رای به پیروزی دست یابد. در جلسه مجلس در روز 8 سرطان 245 نماینده حضور داشتند و بر مبنای نصف جمع 1 تعداد آرا نامزد برنده باید 124 رای می بود. در اولین دوره رایگیری برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان وی توانسته بود 124 رای را کسب کند و از سوی رئیس موقت مجلس نیز به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، اما وجود یک نقطه در یکی از برگه ها منجر شد که آرا حداقل برای پیروزی که 124 رای بود به اعتراض برخی نمایندگان حامی کمال ناصر اصولی به 123 رای کاهش پیدا کند و وی نتواند بر ریاست مجلس نمایندگان راه یابد. این اعتراضات منجر به درگیری میان نمایندگان مجلس افغانستان شده بود. سرانجام میر رحمان رحمانی به حیث رئیس مجلس نمایندگان در پارلمان یا خانه ملت افغانستان انتخاب شد. فعالیت های دیگر میر رحمان رحمانی. از دیگر فعالیت های وی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. رئیس شورای اجتماعی مردم ولسوالی بگرام ولایت پروان، خدمت در نهادهای نظامی افغانستان و دریافت نشانی جنرالی، رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پروان، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی. این بود معلومات گردآوری شده توسط چینل یوتیوب AF
جینیوس در مورد میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در دور هفدهم. آرزو داریم موضوعات گردآوری شده مورد توجه و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی شما را یک و یک به الله منان امانت میمانم. ایام به کامتان. خداوند یار و نگهدارتان.